نگاهی به چند خبر کوتاه. سازمان بین‌المللی هیومن رایتس واچ و برخی فعالان بین‌المللی خواستار انتقاد از سرکوب مسلمانان اویغور شدند. این درخواست کنندگان از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند در دیدار آتی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین موضوع سرکوب اویغورها را مطرح کند. مسجد بزرگ پاریس یا مسجد مرکزی پاریس پربازدیدترین مسجد فرانسه است. ساخت آن در سال 1922 با هدف تشکر از سربازان مسلمانی که در جنگ جهانی اول برای فرانسه جنگیدند آغاز شد. به مناسبت 40مین روز حمله به مرکز آموزشی کاج، صدها تن از شهروندان افغانستان روز شنبه در شهرهای فرانکفورت آلمان، جنوای سوئیس و شهرهای پاریس و استراسبورگ فرانسه علیه کشتار هزارها تظاهرات کردند. معترضان از سازمان ملل متحد و سایر کشورها خواستند نسل‌کشی هزارها را به رسمیت بشناسند. لبنان روز گذشته نوه برادر صدام دیکتاتور سابق عراق را تحویل نیروهای امنیتی عراقی داد. این فرد در جنایت قتل عام سربازان عراقی در پادگان اسپایکر عراق که بیش از 1000 سرباز عراقی به دست سنی های تندروی داعش به شهادت رسیدند دست داشتند. محققان دانشگاه کرنل با استفاده از یک دوربین مینیاتوری و یک شبکه عصبی عمیق سفارشی سازی شده اولین مچبند در نوع خود را ساختند که میتواند کل وضعیت بدن را به صورت سه‌بعدی ردیابی کند. بادی تراک اولین دستگاه پوشیدنی جهان است که حالتهای تمام بدن را با یک دوربین ردیابی میکند. روز گذشته جان بولتون دبیر سابق شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و از طراحان و مدافعان حمله آمریکا به عراق و آمریکا کنفرانسی خبری برگزار کرد. در این کنفرانس خبری یک خبرنگار آمریکایی به نام تیلر هانسن سوالاتی را از بولتون درباره جنایت‌های آمریکا در حمله به عراق و افغانستان پرسید که بلافاصله با واکنش نیروهای امنیتی حاضر در محل مواجه شد و او را بازداشت و از سالن کنفرانس خبری به بیرون هدایت کردند. از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، امنیت شهر کابل نه تنها بهبود نیافته، بلکه آمار حملات تروریستی و جرایم افزایش نیز یافته است. طالبان به تازگی برنامه‌ای را اعلام کردند که بر اساس آن ساکنان شهر کابل باید درب خانه‌هایشان دوربین‌های مداربسته نصب کنند. طبق برآوردها از 14 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیر رسمی در سال 1400 همچنان خوزستان با 1,750,000 نفر در رتبه اول قرار دارد. خراسان رضوی با اختلاف حدود 10,000 نفری دوم، تهران با 1,600,000 نفر سوم و استان البرز نیز با نزدیک به 1,200,000 نفر چهارم است.